این کارت موقتی که شرکت جدید بهم داده، MHP Approach Company. و توی این ویدیو میخوام بچه ها در حقیقت به شما بگم که کار شرکتمون چیه، من چی کار میکنم، مسئولیتم چیه و در نهایت اینکه یک کمی از پروسه استخدام براتون بگم. پس اگه موافقید با هم دیگه ادامه ویدیو رو ببینیم. سلام رفقا، من سیاوش چغنبریم و این یه ویدیو جدید در رابطه با کار و مسیر شغلی توی کانال یوتیوب منه. توی این کانال ما از همه چی حرف میزنیم، اما از مهاجرت شغلی، از کریر پث، همون مسیر شغلی صحبت زیاد میکنیم. چند تا پلیلیست دارم از مهاجرت شغلی، از برنامه نویسی و خلاصه چیزایی هست که احتمالاً اگه بدید یک کمی کانال رو شخم بزنید چیزای خوبی گیرتون میاد. توی این ویدیو هم که مشخصه قراره از شرکت جدیدی که در حقیقت من توش استخدام شدم براتون بگم. اگه ویدیو قبلی رو دیده باشید که از خداحافظی با تیم قبلی و شرکت قبلی کامل داستانش رو توضیح دادم، اونجا بود دیگه باید میگشتم دنبال کار، شروع کردم اپلای کردم، اونم با روش هایی که خودم میدونم، اون استراتژیه که خودم دارم و اتفاقا یه بخشی از اون مسیر اپلای با شما هم به اشتراک گذاشتم. دو تا ویدیو فکر کنم در تاش ساختم، این کسان رزومه خودم چه شکلیه، لینکش هم برای دانلود گذاشتم، میتونید بدون رو دانلود کنید، لینک رزومه من توی دیسکریپشن هست. اون ویدیو هم که در رابطه با اون رزومه هستم اینجا توضیح دادم، 35 مورد هم گفتم که چیکار کنید که رزومه خوبی داشته باشید. رکنت زبون گرفتم. خود اون پروسه رو اگه بخوام به شما خیلی خلاصه بگم این بود که من یک فایل اسپردشیت مثل اکسل فایل بر خودم درست کرده بودم، کمپانی که اپلای میکردم و توش یادداشت میکردم اینکه چه شرکتیه، سایز شرکت چیه، حوزه کاریش چیه، من با چه کسی توی اون شرکت صحبت کردم، چه ورژنی از رزومه خودم فرستادم و جاب دسکریپشنی که برای اون شغل بوده رو اونجا یادداشت میکردم. خلاصه من شروع کردم اپلای کردن و حال اینجا آلمانه، اصلا مهمی شما از ایران میای از کجا میای، در هر صورت اینجا باید کلی اپلای کنی تا یه کار خوب پیدا کنی، حالا همینجوری میتونی یه کاری پیدا کنی، ولی خب به هر حال من نمیخواستم هر جایی سر کار برم. من تو شرکت زیادی کار کردم، 16 سال بیشتر از 16 سال سابقه کار دارم، تو ایران که بودم تو شرکت بزرگ کار کردم، تو شرکت کوچیکم کار کردم، توی آلمان من تجربه شرکت کوچیک تقریبا استارتاپی داشتم و دلم میخواست یک شرکت کورپوریشن، یک شرکتی بزرگتر باشه رو تجربه کنم. برای همین انتخابامو محدود کردم فقط به شرکت‌های بسیار بزرگ و البته که به تکستک من بخوره، به روحیه منم بخوره، فقط این نبوده که فقط بزرگی شرکت برای من مهم باشه. بین این شرکت‌هایی که من انتخاب کردم تقریبا 40 تا اپلای اینطورا کردم بهتون بگم. 5 تاشون رو توی مراحل بالاتر و خیلی تقریبا پایانی بردم و مثلا یکی از اونها دیپ ال بود که شرکت خیلی خوبی هم بود و یکی از شما هم لطف کرد از توی لینکدین یه ریفرال به من داد به شرکت جوین که متاسفانه حالا میگم جلوتر مجبور شدم خودم بهشون آنفورچنتلی برشون بفرستم و بگم که من قرارداد گرفتم و باشون ادامه ندم. این وسط یکی از دوستان ما توی شرکت MHP کار میکرد، اتفاقا 2 سال پیش به من گفت پاشو بیا شرکتمون. گفتم نه، من تیممون دوست دارم، این تیم ترید ماشین که بازم میگم توی ویدیو قبلی توضیحش رو دادم، دلم نمیخواست جواب داشتم، اما اینجا بود دیگه به این دوستمون گفتم که اوکی حالا من دیگه آمادم، منو ریفر بده ببینیم چی میشه. خلاصه اتفاقی که افتاد این بود که لینک ریفر رو ازش گرفتم، اپلای کردم، چند تا مرحله مصاحبه داشتم. اولین مصاحبه تلفنی خیلی ساده بود که یه سری سوالات کلی ازم پرسید که میخوای چیکار کنی و اصلا کار چی، و که در حقیقت اون مصاحبه با talent acquisition بود و بعد از اونم یه مصاحبه نیمچه فنی داشتم، بعد از اون دوباره مصاحبه HR توری داشتم و در نهایت رسید به قرارداد و قرارداد گرفتم. پس من چطور تونستم کار پیدا کنم؟ ریفرال، رزومه خوب و فن بیان خوب، اینکه چطور خودتو خوب پرزنت کنی یا بگم خودتو خوب بفروشی. در رابطه با شرکت MHP بچه‌ها، حالا اون اسلوگانش هم هست پورش کمپانی، یا همونطوری که رو کارت منم می‌بینید لوگوی پورش رو اینجا گذاشتن، حالا خودشون میگن پورشه، آمریکایی‌ها میگن پورشا، نمی‌دونم ما ایرانی‌ها چی میگیم، من اعتراض هویتی هم میپوشونم فعلا اینجا. البته این کارت موقتیه، 100% سهام شرکت اون مال پورشه هست، اما ما مشتری زیادی داریم، با فولکس واگن کار میکنیم، با آودی کار میکنیم، با پورشه کار میکنیم و کارمون توی حوزه تولید ماشین هست قطعا، اما
توی قسمت‌های مختلفش درگیریم، از رنگرزی اون ماشین و کیفیت کنترل رنگرزی ماشین تا انبارها و ورهاوس‌هایی که این کارخونه ماشین دارن، مخصوصاً برای پورشه، هر چیزی که به این در حقیقت مارکت مربوط میشه، یه صفر تا صدش. و البته که تو حوزه نتورک آی تی کامپیوتر، چون کار شرکت ما فقط توی این بخشه. شرکت MHP، البته من خودم نیو جوینر هستم، خیلی اطلاعات زیاد نمیتونم الان بهتون بدم، قطعا کسی که 5 سال اونجا کار کرده اطلاعات به مراتب بیشتری نسبت به من داره، و البته من قطعا خیلی از اطلاعاتم نمیتونم به شما بگم به خاطر اون فرم‌های NDA که پر کردم، اما شرکت بسیار موفقیه، اینو میتونم بهتون بگم که تقریبا 5000 نیرو داره و الان هم دنبال جذب نیرو هست، یعنی اگه الان شما اپلای هم بکنید احتمال اینکه شما رو بگیره خیلی زیاده. ما تو پیک جذب نیرو هستیم تا جایی که من میدونم، و شرکت داره اسکیل اپ میکنه. خب گفتم که چی تولید میکنیم، 0 تا 100 تمام مسائلی که مربوط به حوزه ماشین و البته حتی خارج از حوزه ماشین هم ما داریم فعالیت میکنیم. اما شرکت تیم های خیلی زیادی داره، یونیت های زیادی داره. یکی از اون یونیت هایی که در حقیقت من توش کار میکنم، بازم به خاطر مسئله NDA خیلی هاشو نمیتونم بهتون توضیح بدم استراکچرشو، اما تیمی که من دارم توش کار میکنم تو بخش انرژی مشغول به کاریم، ما مصرف انرژی، تولید انرژی و تبدیل انرژی، اون بخشی که من کار میکنم. و خب استک منم که خیلیاتون میدونید، من جاوا اسکریپت، تایپ اسکریپت، ریاکت جی اس، ای دبلیو اس، تو بک اند نود جی اس، اینا رو کار میکنم و این هم همینجا صدق میکنه، حالا یک کمی کمتر یک کمی بیشتر. این پوزیشنی که من کار پیدا کردم بچه‌ها به زبان انگلیسیه، اما کالچر شرکت با اینکه اینترنشناله اینه که آلمانی رو میطلبه. خب طبیعی هم هست، شرکت ماشینه، توی آلمانه، میشه درک کرد که پرسنل زیادی هم آلمانی داره، اینترنشنال هم داره اما آلمانی داره، و به نظر من بلد بودن زبان آلمانی برای من یا برای کسی که میخواد جوین شرکت بشه بسیار پوینت مثبتیه، یعنی حتی منم اگه بخوام تو شرکت رشد بکنم باید زبان آلمانی رو یاد بگیرم. خب اگه بخوام از مقایسه این شرکت با شرکت قبلی بگم، مقایسه درستی نیست، چون اصلا یکیش کورپوریشنه، یکیش یه استارتاپه، یکیش بالای 20 سال کار داره میکنه، یکیش هم کلا 9 سال وجود داشته اون شرکت قبلی من، و با توجه که من خیلی تازه جوین شدم به شرکت نمیتونم مقایسه ریالستیک واقعگرایی به شما بدم، اما واقعا فرق میکنن. تغییر، مثلا تغییر دادن یا اضافه کردن یه فیچر توی استارتاپ خیلی راحته، دستت بازه، همه کار میتونی بکنی، سرعت کار بسیار زیاده. خب اینجا قطعا میطلبه که بوروکراتیک تر باشه، ساختار بیشتری هست، نظم بیشتری هست. یادتون باشه من یه ویدیوی ساختم با دانیال توی کانال یوتیوب هم هست، مقایسه شرکت‌های بزرگ کوچیک، بدون ویدیو رو ببینید. اما بهتون قول میدم بعداً یه ویدیو بسازم از اینکه شرکت بزرگ فرقش با شرکت کوچیک چیه، دیتیلز بیشتری بهتون بگم. قبل از اینکه برم سراغ حقوق و مزایای شرکت جدید، بچا با لایک کردن میتونید از این ویدیو قطعاً حمایت کنید، خودتون رو میدونید. و یک زنگوله نوتیفیکیشنی هست که من فکر می‌کنم شما اون رو نزدید، چون اگه می‌زدید ویدیوهای جدید رو می‌دیدید که احتمالاً این سری رو شاید دست دادید، پس اون رو هم لطف کنید بزنید. خب اول حقوق رو بهتون میگم، نمیتونم دقیق به شما عدد حقوق رو بگم، ولی حقوقم 6 رقمی میشه گفت هست و خیلی متفاوت هست با اون حقوقی که من تو شرکت قبلی میگرفتم و از این بابت خوشحالم. قطعا مسئولیت بسیار بیشتری هم دارم، حالا جلوتر بهتون میگم. و دیگه مزایایی که این شرکت داره، به کارکنانش ماشین میده، یعنی دقیقا با یه سری شرکت ماشین باز ما قرارداد داریم و ماشین در اختیار ما قرار میده، البته که ماشین رو به پوزیشن مدیران میده و من هم باز اینجا اضافه کنم که من به عنوان پوزیشن مدیر وارد این مجموعه شدم، بر همین من این اجازه رو دارم که از فردا یا از همین امروز درخواست ماشین بدم و یه ماشین داشته باشم. و یه آپشن خیلی باحال داره که این خیلی جالبه، البته بعد از 2 سال برای من این اکتیو میشه، اینه که به من ماشین پورش میدن و البته که بازم باید بگم 1% حقوق من رو برمیدارن، وقتی 1% از حقوق رو بردارم به شما یه ماشین پورش بدن فکر میکنم میارزه. جالبه بگم که این رو باید شما حتی چرتکه بزنی، آدم با آدم فرق میکنه، یکی از که عشق ماشینه، یکی از که نیست. دیگه از مزایای این شرکت اینه که به جای ماشین میتونن به شما یه کارت بان بدن که سفر کنی باهاش توی آلمان هر جایی که دوست داری بری، یا اینکه به شما 8000 یورو سالانه پول بدن که من فعلا اینو انتخاب کردم، به نظرم منطقی تر بود تا اونجایی که من جایی زندگی میکنم تو برلین که جای پارک اصلا نیست، مرکزی ترین جای برلینم و بهتره که
اون 8000 تا رو فعلا بگیرم ازشون تا اینکه ببینیم بعداً تصمیمم عوض میشه یا نه. یه نکته جالبی که این شرکت داره بچه‌ها اینه که لرنینگ باجت یا همون بودجه یادگیری نامحدودی داره و این خیلی خوبه. من خیلی دوست دارم که از این آپشن استفاده کنم تا جایی که میتونم. هتل و مسافرت و اینا هم که اصلا قرارداد دارن، خیلی از شرکت‌های بزرگ اینجوری هستن که میتونن برای ما تخفیف بگیرن یا از طریق اونها اقدام کنیم که تخفیف رو برای ما اپلای کنن. دو چرخه میدن، بهش میگن جاب قاد که باشون طرف قرار بدن، باز میتونن به ما یه دو چرخه بدن که ما از اون دو چرخه استفاده کنیم و کلی دیسکانت روی پلتفرم های مختلف رو هم گذاشتن. و این در حقیقت یک سری آپشن هست که شرکت های کورپوریشن، شرکت های بزرگ معمولا به کارمنداشون میدن و من خیلی سورپرایز نشدم ولی خوشحال شدم چون تو شرکت قبلی اینا رو نداشتم. قبل از اینکه ویدیو رو جمعش کنیم باید بهتون بگم بچه‌ها اگه اینجا توی آلمان کارتون عوض میکنید باید اطلاع بدید به سر اداره که این تغییر شغل رو دارید انجام میدید. در رابطه با این قضیه اینکه کجا باید اطلاع بدید یه ویدیو جدا میسازم، اما خیلی خلاصه بهتون میگم چند موردش رو. مثلا باید شما به اداره کار خبر بدید یا اینکه باید به اداره مالیات اطلاع بدید و به بیمتون بگید که کارفرمای جدید دارید. این حداقل این سه تا رو یادتون نره که انجام بدید تا من بعداً مفصل بهتون بگم که تغییر شغل، استفاده دادن از یک شغل یا اخراج شدن و رفتن به شغل جدید چه مراحلی داره که شما باید طی کنید. از همه چی گفتم اما پوزیشن شغلی ما خوب توضیح ندادم. تو شرکت ما پوزیشن ها به این صورته که ما اینترن داریم، بعد جونیور کانسلتنت داریم، بعد کانسلتنت داریم. حالا چرا کانسلتنت؟ یه داستان طولانی داره اما شما در نظر بگیرید جونیور کانسلتنت همون جونیور دیولپر یا کانسلتنت همون دیولپر، سنیور کانسلتنت همون سنیور دیولپر، لول بالاترش که در حقیقت من هستم میشه منیجر، بعد میره سنیور منیجر، اسوسییت، اسوسییت پارتنر، پارتنر، دایرکتور و بعدش هم خب ما سی او رو داریم. و من به عنوان منیجر توی این شرکت استخدام شدم. امیدوارم که خیلی سریعترم بتونم پلای ترقی رو طی کنم برم بالاتر چون شرکت رو دوست دارم، محیطش رو دوست دارم و خیلی خوشحالم که اینجا استخدام شدم. الان تو دوره آزمایشی هستم. انرژی مثبتتون رو بفرستید این دوره رو خیلی سریع تموم کنم. این که اصلا دوره آزمایشی چیه، پروبیشن چیه، یه ویدیو ساختم اینجا، برید این ویدیو رو ببینید. البته چون خودم هم خوشحالم گفتم که این ویدیو رو بسازم تا خوشحالیم با شما به اشتراک بذارم و میدونم که شما هم برای من خوشحالید و توی کامنت ها بنویسید که نظرتون چیه. شما آیا دنبال پیدا کردن کار توی آلمان هستید یا اگه خودتون تو آلمان زندگی میکنید دنبال تغییر شغل هستید یا نه. من که خیلی گلید که این ویدیو رو میبینید و لایک میکنید و حمایت میکنید. تا ویدیو بعدی خدافظ.